فکر میکنم داستانهای وقتی میشوی اولین کتابت رو تو ایران نوشتی. خیلی حال و هوای ایران رو داره و رویدادهای 88 رو. به روایت مردگان که بعد از واجد شرط مرگ سومین مجموعه داستان کوتاهیه که منتشر میکنی، توی حال و هوای پررنگتری داره از ایرانی های خارج کشور و از مهاجرت. درباره این تغییر فضا به ما توضیح میدین؟ برایش ورود به این سوال، برای ورود به این در واقع پیدا کردن جواب برای مناسب برای این سوال، من فکر کردم بعد نیستش که اول ببینیم که هنرمند به چه شکلی در جامعه ظاهر میشه. توی جامعه از نگاه من همه انسان‌ها یه سازن و هنرمندا اون سازهایی هن که ارتعاشات رو دریافت میکنن و حاضرن برن روی سن و انعکاس آنچه رو که شنیدن منتقل کنن. و برای همین گاهی میبینیم که اون صدا برای ما خیلی واقعیه، چون قبلا شنیدیم و وقتی برامون بازگو میشه جذابه، و گاهی میبینیم که خیلی غریب است، انگار که همه اون چیزایی که ما شنیدیم اون نشنیده. منم در یک جامعه ای در واقع رشد و نمو پیدا کردم که اون جامعه التهاب و رخدادهاش همیشه پی در پی هم بوده و من هم نمیتونستم اونها رو نادیده بگیرم. بعدش که مهاجرت کردم و از اون مرز و بوم اومدم بیرون، در جامعه جدیدی که سعی کردم خودم رو بازآفرینی کنم، خودم رو تعریف دوباره کنم، مواجه شدم با دیگر مهاجرینی که مشکلات و نگاهشون و زندگیشون برام خیلی جذاب بوده. توی کتاب به روایت مردگان ما در مقدمه داستانی رو داریم که این داستان یکی از مهمترین اتفاقات 50 ساله اخیر رو رقم میزنه و تعریف میکنه برای و بعدش داستانهای دیگه روایتهای فردی آدم هاست که مهاجرن. توی این کتاب نوع روایتت بیشتر اکثر داستانها اول شخصه، یعنی راوی خودش داره از موقعیت شرف میزنه، از شرایط شرف میزنه و حس و حال خودش رو توصیف میکنه. چرا راویهات رو به این شکل انتخاب کردی؟ مجموعه داستان به روایت مردگان با داستان عروسک شروع میشه که راوی ما داره در ابتدا به ساکن، و ما بعد میبینیم که اینا تخص میشن و افراد انگار در کتاب یک به یک زندگی هاشون دیده میشه. برای آفریدن لحن اول شخص برای من راه قابل دسترسی بود، یعنی لحن ها میتونست آن تکثر رو ایجاد کنه و اون چیزی که برای من اهمیت بسیار زیادی داشت، چیزی که نگرانی که برای من وجود داشت این بودش که جامعه‌ای که ازش میخوام صحبت کنم جامعه‌ای که صداهای فردی شبه این رفته. بعد فکر کردم که با آوردن لحن فرد این اشخاص میشه در واقع این جامعه آرمانی رو دوباره ساخت. تو هم توی ایران داستان نویسی خوندی و سالها توی ایران نوشتی و هم توی آمریکا تو دانشگاه برکلی الان داری ادبیات داستانی و نویسندگی خلاق میخونی و سالها هم هست که داری خارج از ایران قلم میزنی. این دوتا فضای متفاوت ادبی رو چطور دیدی و چطور هر کدومش روی فضای کاری تو تأثیر گذاشته؟ البته من یک کوچولو اینجا رو اصلاح کنم، من توی دانشگاه برکلی ادبیات انگلیسی و فارسی خوندم، در حال حاضر در دانشگاه نیویورک NYU ادبیات داستانی میخونم. بعد تفاوتی که خیلی به چشم میاد و آدم رو بهت زده میکنه اینه که فقدان پژوهشه. یعنی شما در داستان نویسی خارج از ایران این رو میآموزی، یاد میگیری که باید برای مسائل به شدت پژوهش کنی و روی اون آنچه که یافتی بیای از تکنیک ها استفاده کنی. و
بین ادبیات فارسی و ادبیات انگلیسی در حوزه فیکشن شباهت ها بسیار هست. ما آموخته ایم چگونه تکنیک ها استفاده کنیم، تنوع بسیار میخونیم، متنوع کتاب میخونیم و متنوع دنیا رو میشناسیم. فقط فرقش اینه که از نظر من ما بیشتر تکیه میکنیم به دانسته های فردیمون و خیلی موقع ها اینا متاسفانه کلیشه است، ولی در خارج از ایران پژوهش عنصر قابل اعتنایی. تو داستان های مختلفی داری توی هر سه تا مجموعه داستانت که درباره نابینا شدنه، اتفاقی که خودت بیواسطه تجربهش کردی، و همینطور توصیفایی که داری در طول زمان توی این کتاب ها خب تغییر کرده و رسیدی به یک سری توصیفایی که خیلی دقیق و عمیقه و خیلی یه فضای منحصر به فردی برای مخاطبت میسازه. چقدر دانش ادبیت کمک کرد به این مسئله و چقدر تجربه دست اولی که داشتی از تغییر حس هایی که حالا تجربه می کردی، ورودی هایی که داشتی از محیط اطرافت؟ ما برای درک محیط پیرامونمون از حواس استفاده می کنیم و من فکر می کنم که وقتی یک فرد یک از این احساس ها را دست میده، دیگر حواسش به کمکش میاد. این خب چیز کلیشه‌ایه که برای ما امر روشنی. تنها چیزی که به نظر من حائز اهمیت زنده نگه داشتن این احساس هاست، یعنی که شما عادت کنید که برای توصیف یک عنصر چه چیزی بیشتر حائز اهمیته. وقتی که میخواییم یک تصویری از یک میز غذاخوری رو بدیم، آیا از صفت مثلا رنگ بیشتر استفاده کنیم یا بو یا طعم؟ یا چقدر کدوم میتونه بیشتر اهمیت داشته باشه؟ هر چقدر یه هنرمند خودش رو تشنه نگه داره برای دریافت، هر چقدر سعی کنه که هر آنچه که به دست میاره رو یه بار بهش فکر کنه، یه بار دوباره لمسش کنه، دوباره طعمش رو بچشه، میتونه برای خودش طعم تازه‌ای رو بیافرینه. و به نظر من این فرصت برای من سبب شد که همه آنچه که در پیرامونم هست و دوباره بشینم بهش فکر کنم، ببینم که اینها که قبلا این رنگ و بو رو برام داشت حالا چه طعمی داره.